محمد شیا السودانی سودانی نخست وزیر عراق پس از بازدید از استان بابل و تکمیل تمامی مراحل لازم توسط استانداری کربلا دستور آغاز اجرای پروژه اتصال استان کربلای مقدس به جاده بین المللی منتهی به استان بصره را صادر کرد. لازم به ذکر است طول این راه ارتباطی چهل کیلومتر و عرض آن صد متر است که شامل ساخت پل بر روی رودخانه فرات در منطقه هندیه توویریج می باشد. گفتنیس هزینه ساخت این جاده بالغ بر 320 میلیارد دینار برآورد شده است. در همین راستا مهندس منتظر علی شافعی شهردار منطقه توویریج طی اظهاراتی گفت استانداری کربلای معلا تمامی مراحل و الزامات لازم اعم از بررسی های فنی و غیره را انجام داده است وی در ادامه تصریح کرد این جاده به سهولت تردد زائران در روزهای عادی و بازیدهای میلیونی اربعین حسینی کمک می کند تا دسترسی به شهر مقدس کربلا بسیار سریع و بدون نیاز به عبور از مرکز استان بابل صورت گیرد سازمان اطبات عالیات عراق روز گذشته تایید کرد که هفت زیارتگاه در مرزهای دیاله اکنون در فهرست کاروانهای زیارتی برای زیارت زوار و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت قرار گرفتند. در همین راستا احمد الروبعی مدیر رسانه های زیارتگاه دینی در استان دیاله عراق تگ اظهاراتی گفت صبات امنیتی و بازگشت فعالیت جریان کاروانهای زایران از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی از طریق مرز خسروی در شرق دیاله سبب شده تا هفت زیارتگاه مذهبی را به مقصدی برای تردد کاروانها با ظرفیت هزار نفر در روز تبدیل کنیم. وی در ادامه گفت انتقال برخی از زیارتگاه های دیاله به فهرست کاروانهای زیارتی به رونق گردشگری مذهبی و جذب بازدید کنندگان بیشتر کمک می کند. گفتنی است تعداد زیارتگاه های دیاله به 16 امامزاده می رسد که صبات امنیتی و ایمنسازی جاده مرزی خسروی چراغ سبزی برای بازگشت جریان کاروانهای زیارتی از ایران و سایر کشورها برای زیارت عطبات عالیات خواهد بود. و خبری در رابطه با مسلمانان روهینگیا دبیر کل حقوق بشر سازمان ملل از افزایش مجدد خشونت ها در ایالت راخین میانمار به سبب تشدید تنش ها بین جوامع قومی راخین و روهینگیا در پی شکست آتش برس در ماه نوامبر عمیقا نگران است گفتنی است از زمانی که ارتش آراکان در ماه نوامبر به نیروهای امنیتی حمله کرد درگیری ها در راخین را افزایش شافت و به آتش بسی که عمدتا از زمان کودتای نظامی 2021 برقرار بود پایان داد. ولکر ترو که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه گفت من عمیقا از گزارش های مربوط به خشونت های مجدد و تخریب اموال در ایالت راخین شمالی میانمار که منجر به آواره شدن ده هزار غیرنظامی شده است نگران هستم گفتنی سرتش آراکان ادعا می کند که برای خودمختاری بیشتر با جمعیت قومی راخین مبارزه می کند به نظر می رسد هوای گرم باعث مراجعه مکرر کودکان مبتلا به آسم به بیمارستان می شود زیرا به نظر می رسد گرما باعث تشدید آسم در کودکان است لازم به ذکر است علائم بیماری ریوی مانند تنگی نفس و خسخس خس سینه بیشتر با هوای سرد مرتبط است اما دکتر مورگان پژوهشگر در دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو و همکارانش برای درک بهتر تأثیر دمای گرم داده های سلامت الکترونیکی را از بیمارستان های کودکان مورد مطالعه قرار دادند. دانشمندان برای دستیابی به رکوردهای دمایی در خانه های بیماران هر روز از جوان تا سپتامبر بین سالهای 2017 تا 2020 سوابق بستری بیماران را ملاحظه کردند. محققان با ارائه نتایج خود در کنفرانس انجمن قفسه سینه ای آمریکا در سندیگو کالیفرنیا این هفته دریافتند که با افزایش دما به طور متوسط 19 درصد بیشتر احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به آسم در بیمارستان ها وجود دارد. و خبری از فعالیت های اینترنتی در جهان مطالعات اخیر مرکز تحقیقات پیو نشان می دهد. بیش از 24.3 درصد از کاربران اینترنت در سراسر جهان از شبکه خصوصی مجازی VPN استفاده می کنند. در امارات متحده عربی تقریبا 39 درصد از کاربران اینترنت برای فعالیت‌های های آنلاین مختلف از VPN استفاده می کنند و اندونزی با حدود 34.9 درصد از کاربران آنلاین متکی به VPN در رتبه دوم استفاده از VPN قرار دارند به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از سایت برودبند سرچ امنیت سایبری به مجموعه اقدامات حفاظت از سیستم های سرورها، ای، سرور ها، موبایل ها، سیستم های الکترونیکی، شبکه و داده ها از حملات مخرب گفته می شود که هدف اصلی آن حفاظت از تمامی دارایی‌های های سازمان در مقابل خطرات داخلی و خارجی است. گفتنی از آنجایی که دارایی های سازمان ها معمولا در چند بخش به صورت جدا از یکدیگرند رویکرد امنیت سایبری در سازمان باید بر حفاظت از تمام آنها از طریق ایجاد یک شبکه یک پارچه باشد و اما خبر پایانی امشب جلسات بحث و گفتگوی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسبال حسین علیه السلام با حضور شیخ مصطفی محمدی رئیس و جمعی از مسئولین ادارات و اعضای مؤسسه از تیم پیگیری پروژه چشمانداز کربلای 2030 با حضور 50 میلیون زائر در اربعین در خصوص این پروژه از سر گرفته شد شیخ مصطفی محمدی در این جلسه در مورد لزوم توجه و تسریع در تکمیل مطالعات در نظر گرفته شده برای پروژه صحبت کردند. از سوی دیگر آقای عبدالصاحب الکشبان مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصبال حسین علیه سلام نیز گفت که جلسات بحث به منظور جمعآوری بقیه اطلاعات مربوط به جزئیات این پروژه ادامه دارد در پایان حسین العادلی رئیس اداره روابط مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصبال حسین علیه السلام نیز به گسترش دامنه ارتباط این مؤسسه با نهادها و شخصیت مرتبط با پروژه چشمانداز اربعین دو هزار سی با حضور 50 میلیون زائر اشاره کرد.